أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وبعد. برادران وخوهران مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خضرا وشمارا بتقوى داري خداون مهربان وسيط مرمائم. و متذکر می گردم که بهترین کتاب کتاب خداوند مهربان است و بعد از آن بهترین راه هدایت بشر در سنت و ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر گرده است. اوصیکم و نفسی بتقوى الله عز و جل، فإن أصدق الحديث كلام الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم در چوکات آیت و حدیث، در چوکات اطیع الله و اطیع الرسول. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاری به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم، ایمان، اخلاق و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم و درس امروز ما شما بخیر و خوبی تحت عنوان الام، به ارتباط مادر با هم مجلس را داریم. الام به ارتباط مادر، به عنوان درس مادر با هم مجلس داریم. آرزو داریم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مطالب و این مجالس اسلامی. در مقدمه درس امروزه کلمات مختصر مفید به عنوان موعظه حسنه به خدمتتون تقدیم میگردد. بعدا در اساسات درس امروزه به عنوان مادر داخل میگردم انشاءالله. لطفا توجه داشته باشید. عباد الله، دوستان و عزیزان خداوند مهربان، اوصیکم و نفسی بتقوى الله عز و جل، خود را و شما را به تقوا داری خداوند مهربان وصیت می نمایم. عباد الله، بندگان خداوند مهربان، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب روز آخرت نزدیک شد اما اکثر مردم هنوز هم در غفلت هستند. اقترب للناس حسابهم، حساب گرفتن مردم نزدیک شد، روز آخرت نزدیک شد اما اکثر مردم تا هنوز هم در غفلت هستند. و این جمله آیت مبارکه اول سوره الانبیا است. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ان الدنيا قليلة، زندگی دنیا بسیار کم است، کم است، مختصر است، امانت است. و هی زائلت لا محاله، و بالاخره دنیا رفتنی است، برای همیش نیست دنیا. و این الاخره هی دار القرار، و خانه جاویدانه، خانه استقرار
وخانه ابدی آخرت است. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. هر کسی که عمل صالح را ادا نماید برای خود ادا می نماید و هر کسی که عمل بد را ادا نماید همچنان برای خود آن را ادا می کند و نتیجه آن را خودش می بیند. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه. فامیلتان، خیش و قومتان و اولادتان به دردتان نمیخورند به روز قیامت. و انما ينفعكم الايمان والعمل الصالح. یگانه چیزی که به درد انسان میخورد ایمان و عمل صالح بنده میباشد. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. نه مالتان و نه اولادتان شما را به ما تقرب می دهد، شما را به ما نزدیک نمی سازد، نه مالتان نه اولادتان. الا من آمن و عمل صالحا. مگر کسی که ایمان داشته باشد و عمل صالح را ادا نماید. و علیکم بالصدق والامانه. صاحبان صدق صداقت و امانت باشید. و صلت و رحمت و صله رحمی خود را حفاظت نمایید. با یک دیگر رحمت و شفقت داشته باشید. ولا تظلموا احدا، سر هیچ کسی ظلم نکنید. و علیکم بالعفاف، صاحبان عفت، عفت مندی باشید. و الظلم من شیء من نفوس، فان تجد ذا عفت فلعلت لا یظلم. و الظلم از خصلت انسان ها است که سر مردم ظلم می کنند. اگر یک انسان را می بینید که صاحب عفت، عفتمندی است، ممکن صفت ظلم را نداشته باشد، ممکن سر هیچ کسی ظلم نکرده باشد، عفتمندی را حاصل نمایید، سر کسی ظلم نکنید. رحمت و شفقت در مقابل یک دیگر داشته باشید. امانتکار باشید، با صداقت باشید. عباد الله، بندگان خداوند مهربان، لا تهینوا احدا، هیچ کسی را توهین نکنید، هیچ کسی را کم نزنید. ولا تغتابوا بعضكم، و غیبت یک دیگرتان را نکنید. ولا تقاطعوا، و صله رحمیتان را، روابطتان را با یک دیگرتان قطع نکنید. فانه لا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث. برای بنده مسلمان مناسب نیست، جایز نیست که از برادر یا همشیره مسلمان خود بیشتر از 3 روز ناراض باشد. و کونوا کرماء ذو اخلاق حسنه، صاحبان کرم و اخلاق خوبی همیش باشید. و علموا بان البر هو حسن الخلق، و بدانید که کامیابی در اخلاق خوبی ذکر گرده است. بر یکی از نامهای بهشت است، بهشت در حسن خلق ذکر گرده است. ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، و خیر نیست در آن کسی که نه خودش سر مردم جمع می گردد و نه این که مردم سر او جمع گردند. خیر نیست در آن کسی که خودش سر مردم جمع نمی گردد و همچنان مردم سر او جمع نمی گردند. و یسر ولا تعسر، یسر را در میان بگذارید، نه مشکلات را. و تناصحو، با یک دیگرتان نصیحت کنید، یک دیگرتان را رهنمایی نمایید. و اصلحو ذات بینکم، در جستجوی این باشید که مشکلاتتان را حل بگردانید. و ان ید الله مع الجماعه، و دست خداوند با جماعت است، با جماعت باشید. در جمعیتتان خیر و برکت است. و من اسدا الیکم معروفا فکافئوه، و هر کسی که با شما خوبی نماید او را فراموش نکنید، قدردانی کنید، او را در مقابل همچنان مکافات دهید. و خوبی را بشناسید و قدردانی نمایید و تشویق کنید. و قولوا له جزاک الله خیرا، عادتتان باشد که حد اقل برایش بگویید که جزاک الله خیرا، خداوند جزای احسن را به نصیبت بگرداند. از مردم قدردانی کنید، قدردانی کردن صفت خوبی است. و قرأوا کتاب ربکم و عملوا به، و کتاب پروردگارتان را بخوانید، قرآن کریم را بخوانید، با آن عمل داشته باشید.
وعلموا نساءكم سورة النور وسوري النور را بشكل مخصوص براي خانم هايتون براي دختران و همشيره هايتون شما تدريس وتعليم نمويد سوري النور را بالخصوص لأن فيها الآداب والحياء والحجاب والستر چون در سوري النور مسألة آداب أدب وحياء وحجاب وبرده ذكر قرده است. وعلموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا وهنقامي كفرزندانتان أفصال شوان نماز را برايشان تعليم وتدريس نمويد وأحسنوا إلى والديكم در مقابل والدينتان إحسان داشته باشيد احترام والدينتان را داشته باشيد وأحسنوا جوار من جاوركم ويك همسايه خوب يك شخص خوب باشيد هميش وقولوا خيرا وخير بگويد وقولوا حسنا وحسن بگويد وحافظوا على عهودكم بعهد و پیمانتان بوعدهایتان استوار باشيد واعلموا بأن التربية مقدمة على التعليم مسألة تربية قبل التعليم ذكر شده است مسألة أدب وحياة وتربية قبل التعليم ذكر شده است مقدمة است ومهمتر است وأن الحياء شعبة من الإيمان وحياء بخش از إيمان است جزء يا شعبة از إيمان است صاحبان حياء باشد برادران و خواهران مسلمان موعظه حسنه و کلمات خوبی از متن قرآن کریم و از ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنان از اقوال بزرگان انتخاب شده بود آرزو دارم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مطالب و از مانند این مجالس اسلامی در اساسات درس امروزه داخل میگردم به عنوان الام به عنوان مادر آرزو دارم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند و خدمت مادر را خدمت مادران خود را داشته باشیم به شکل خوبی انشالله و همچنان خدمت پدر به شکل عموم خدمت والدین خود را داشته باشیم چون تمرکز بیشتر ما به ارتباط کلمه مادر است سر حقوق مادر به شکل مخصوص کار میکنیم به شکل عموم باید که احترام والدین و حقوق والدین را ادا نماییم به شکل درستی انشالله بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه خداوند قضاوت را کرده قانون را گذاشته که عبادت کسی را به جز از او ادا نکنید تنها عبادت خداوند را کنید و بالوالدین احسانا با والدینتان محسن باشید احترام والدین بر والدینتان را ادا نمایید اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما اگر یکی یا هر دویشان سن و سالشان بالا برود و سرسفید و ناتوان گردند فلا تقل لهما اف کلمه اف را در مقابل والدینتان استفاده نکنید ولا تنهرهما و زشت با ایشان رفتار نکنید و قل لهما قولا کریما و قولی با کرمی با اخلاق را همیش با ایشان در جریان بگذارید واخفض لهما جناح الذل من الرحمة با تواضع و مرحمت باشید در مقابل والدینتان وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بحق والدین همیش دعا کنید که پروردگارا هر دو را رحمت کن با آن شکلی که مرا خرد تربیه و کلان کرده اند آیت های مبارک سوره الاسراء ووصينا الانسان بوالديه احسانا انسان را وصیت کردیم با والدینش که محسن و نیکوکار باشد حملته امه کرها و وضعته کرها مادر فرزند خود را حمل می کند به کراهیت به فشار به سختی و همچنان تولد طفل گذاشتن طفل به کراهیت به فشار صورت می گیرد و حمله و فصاله 30 شهرا و 30 ماه مکمل را در بر می گیرد که مسئله حمل و مسائل تربیتی اول طفل از قبیل شیر دادن 30 ماه مکمل را در بر میگیره فراموش نکنید که مادرتان خدمت شما را و زحمات زیاد شما را کشیده است آیت مبارک 15 سوره الاحقاف و وصینا الانسان بوالدیه و انسان را وصیت کردیم در مقابل والدینش محسن باشد
حملته امه وهنا على وهن. مادر است که فرزند خود را، طفل خود را حمل می کند، مشکلات بالای مشکلات، سختی بالای سختی، وهنا على وهن، زوفیت بالای زوفیت، عجز و مشقت بالای مشقت. و فصاله فی عامین، دو سال مکمل را می گیرد. مسئله شیر دادن طفل و مسائل تربیتی اول طفل و همچنان مسائل حمل طفل. ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر، شکرگزاری مرا ادا کنید و همچنان در مقابل والدینتان شکرگزار باشید، از والدینتان همچنان تشکر و قدردانی نمایید. آیت مبارک 14 سوره لقمان. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، برای مادرها اجازه است که دو سال مکمل اطفال خود را شیر دهند. مسئله 3 ماه هم ذکر شد و 2 سال هم ذکر شد و مسائل حمل و شیر دادن در آن ذکر شد و زیادترین مدت آن در این آیت مبارک ذکر می گردد که بعد از مسئله حمل و ولادت 2 سال مکمل دیگری که اگر مادر بخواهد که طفل خود را شیر دهد، 2 سال مکمل، و اگر کسی اضافه تر هم شیر می دهد پروا ندارد، 2 سال مادر می تواند که فرزندان خود را شیر دهند و حق اولاد است. لمن اراد ان یتم الرضاعه، و شیر دادن تکمیل می گردد. بعد از او اگر مادر شیر می داد همچنان اختیار دارد. سوره البقره. و اگر کم و بیش هم می شود پروا ندارد، مادر مصلحت فرزند خود را بیشتر می فهمد. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، شخص آمد نزد پیغمبر صلى الله عليه وسلم و سوال کرد، من احق الناس بحسن صحابتي، کی است که برای ما بسیار نزدیک باشه که با او همیش نشست و برخاست داشته باشم، هم مجلس و هم صحبت باشم، کی را دوست خود انتخاب کنم یا رسول الله؟ پیغمبر صلى الله عليه وسلم برایش فرمود که مادرت. بار دوم که سوال کرد باز برایش فرمود که مادرت. بار سوم همچنان فرمودن که مادرت. 3 بار تکرار کردن که با مادر خود دوست باش، رفیق باش، همصحبت باش. به بار چهارم برایش می فرماید که پدرت. حدیث مبارک متفق علیه. و گفته می شود که حق مادر 3 مرتبه بیشتر است از حق پدر. به دلایل زیلی، مسئله حمل طفل یک حق و تولد طفل، گذاشتن طفل حق دوم، و مسئله شیر دادن حق سوم مادر که تنها رنج می برد و مشکلات را به دوش خود می داشته باشد. نقل از کتاب حقوق الوالدین، اقوال بعضی از علمای کرام. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال شد که بهترین عمل چی است یا رسول الله؟ بهترین عمل نزد خداوند مهربان فرمودن که الصلاة على وقتها، نماز بر وقت آن. ثم قال بر الوالدين، بعدا فرمودن که بر والدين، احترام والدين. حدیث مبارک متفق علیه. الحسن البصري رحمة الله علیه فرمودن که حق الوالد اعظم، حق پدر بسیار بزرگ است، حق پدر بزرگ است. وحق الوالدة ألزم، أما بر مادر وحق مادر حتمي است، لازمي است، حتمي است، وهر دو مهم است، حق پدر وحق مادر، أما حق مادر مهم تر است. از كتاب ففيهما فجاهد. قال محمد ابن المنكدر، از علماء حديث، فرموده ان که بات اخی عمر یصلی من اللیل نافلتا، برادرم عمر از طرف شب نماز نفل را می خواند و ما پاهای مادر خود را چاپی می کردم و خوش ندارم که شب عمر شب من باشد، شب من فضیلت آن بیشتر است، چون پاهای مادر خود را چاپی می کردم و خدمت مادر فرض است. برادرم عمر نمازهای نفل را می خواند، نماز فرض نبود، نفل بود و خدمت مادر فرض است. بسیار باریکی را درک میکنیم از این جمله عالم فاضل محمد ابن المنکدر
بارتباط حقوق والدين بالخصوص حقوق مادر، قول محمد ابن المنكدر رحمة الله عليه از علماء اهل حديث از كتاب ففيهما فجاهد. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما شخص را دید که مادر خود را به پشت خود گرفته و طواف می کرد. سوال کرد از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما اترانی جازیتها، آیا حق مادر خود را ادا کردیم؟ قال ولا بطلقت واحد من طلقاتها، نمیتونی که حق مادر را، زحمت و حمل را که مادر کشیده نمیتونی که آن را ادا کنی. ولكن قد احسنت، لیکن برایت میگویم که کاری بسیار خوبی را ادا کردی، آفرین، کاری خوبی را ادا کردی که مادر خود را به پشت خود گرفتی و طواف میکنی. ولكن قد احسنت، کاری خوبی را میکنی. والله يثيبك على القليل كثيرا، دمی کاری کمی تو خداوند برکت زیاد را میگذارد، با برکت میشوی، خداوند برکت زیاد را به نصیب تو و ثواب زیاد را به نصیب تو بگرداند به ارتباط این که خدمت مادر خود را ادا میکنی. و قال صلی الله علیه و سلم ان الله عز و جل حرم علیکم عقوق الامهات، خداوند مهربان سر شما حرام گردانیده که به احترامی مادرانتان را ادا کنید. عقوق به احترامی و به رضایی در مقابل مادران بالخصوص، عقوق الامهات و وعد البنات، و اینکه دخترانتان را زنده دفن کنید. قوم عرب، قوم جاهل، در وقت جاهلیت دختران خود را زنده گور می کردند، زنده دفن می کردند، دختران خود را زنده گور می کردند، دفن می کردند. رواه البخاری و مسلم. خداوند حرام گردانیده سر شما که به احترامی مادرانتان را کنید و یا دخترانتان را زنده دفن کنید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الجنة تحت اقدام الامهات، رواه الامام احمد. جنت زیر پای مادران است، جنت نزد پای یا زیر پای مادران است، تحت اقدام الامهات. و همچنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الخاله تو بمنزله الام، خاله منزلت مادر را دارد، جای مادر را دارد، همشیره مادر جای مادر را همچنان دارد. الخاله تو بمنزله الام، خاله منزلت مادر را دارد، رواه البخاری و مسلم. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، مادر مکتب است، اگر مکتب را به شکل درستی تهیه کنی و هر وسایل برایش آماده باشد رعایت خوبی را به وجود میارد. مادر مکتب است و اطفال خود را به شکل درستی تربیه میکند. العیش ماض، زندگی پیش میره، فاکرم والدیک به، در این زندگی که پیش میره به سرعت، در زندگی چند روز موقت دنیا کوشش کن که خدمت والدین خود را ادا نمایی. فاکرم والدیک به، اکرام و احترام والدین خود را داشته باش، والدین خود را مکرم بدان. والام اولى باکرام و احسان، و متوجه باش که مادر حق اول را دارد در قسمت اکرام و احسان، در قسمت احترام حق مادر بزرگ است. ان اعذب ما تتفوه به البشریه هو لفظه الام، زیباترین کلمه را که تمام انسان ها آن را ذکر کرده اند کلمه مادر است. در طفولت خود و هنگامی که جوان می شوند و حتی بزرگ هم می شوند، باز هم زیباترین لفظ و کلمه خوبی را که ذکر می کنند کلمه مادر است. و اجمل منادات فی الوجود هی امی، و بهترین صدای را که یک انسان صدا می کند گفتن مادرم، سر مادر خود صدا می کند.
كلمة صغيرة یک کلمه بسیار مختصری یک کلمه است کبیرة مملوءة بالحب والأمل اما کلمه بزرگ است مملوء پر است از امید و پر است از محبت و پر است از عطف از رحمت و شفقت و كل ما في القلب البشري من الرقة والعذوبة و تمام قلوب انسان ها از محبتی که پیوند و پر استند کلمه مادر زیباترین آن لفظ است که در قلب یک انسان جای دارد از کتاب معجم الحکمه والامومه هی اعظم هبه خص الله بها النساء و مادر شدن بهترین توفه است که خداوند طبقه اناس را مکرم و معزز می دارد و مشرف می دارد به بودن مادر شدن یک شرف بسیار بزرگ و عزتمندی و توفه بزرگ است که برای مادران تخصیص داده شده از طرف خداوند و الام تصنع الامه و مادر است که امت را تحیه می کند و جور می کند و الام غالبا لا تقول هل تريد و مادر غالبا نمی گوید که آیا می خواهی برای فرزند خود آیا چیز را خوش داری بل تعطی لیکن تقدیم می دارد چون مادر می فهمد که اولادش ضرورت دارد سوال نمی کنه اما تقدیم می کنه همیش و عطاء الام و حب الام لا یشیخ ابدا و تقدیم کردن مادر و عطاء مادر هیچ وقت ضایع نمی شود و هیچ وقت کونه هم نمی شود همیش تازه است و هر وقت مادر برای فرزند خود ولو اگر کلان هم باشد باز هم تقدیم می دارد و فرزند خود را اولاد خود را دختر خود را درک می کند و می فهمد و قلب الام من اروع ما خلق الله و قلب مادر زیباترین جای و مکانی است که خداوند آن را پیدا کرده است و این قلب را هیچ کسی درک کرده نمی تواند مگر اینکه خودش هم مادر باشد و اگر مادر در یک لحظه سر اولاد خود قار می شود در لحظه دیگری دیده می شود که اولاد خود را دوباره در آغوش خود گرفته است مادر اولاد خود را دوست دارد و الام هبه و کنز حقیقی على وجه الارض و مادر توفه است و گنج حقیقی است بر روی زمین ومن فقد أمه يحس وكأنما فقد أبويه معا و هر کسی که مادر خود را از دست داده باشد احساس می کند که ممکن هر دو والدین خود را از دست داده باشد کسی که مادر خود را از دست داده باشد احساس می کند که مانند که هر دو والدین خود را از دست داده باشد و حب الام لا يساويه حب في الدنيا و هیچ چیز برابر با محبت مادر در تمام دنیا نیست هیچ چیز برابر با محبت مادر در تمام دنیا نیست يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث سوره الزمر خداوند مهربان می فرماید که شما را پیدا می کند در رحم مادرهایتان خلقت بعد از خلقت در تاریکی های سه تاریکی هر یکی آن را علمای کرام و اصحاب کرام تفسیر کردن که به 40 روز 40 و 40 و 40 که مجموعا میشه 4 ماه بعد از 4 ماه خداوند روح را میدهد برای طفل یخلقکم فی بطون امهاتکم خداوند شما را پیدا میکند خلقت شما تکمیل می گردد در رحم مادر خلقا من بعد خلق خلقت بعد از خلقت فی ظلمات ثلاث در 3 تاریکی هایی که ذکر گردید که 40 و 40 و 40 مجموعا 4 ماه می شود 120 روز برادران و خواهران مسلمان قصه زیبای حکایت به ارتباط مادر یا مضمون و مقاله به ارتباط مادر از ضمن قصه های زیبا و خوبی است که
آن را برای شما حکایت می نمایم انشاءالله. عندما كنت طفلا هنگامی که فرزند خردسال بودی، و عندما كنت تبكي و هنگامی که گریه می کردی، والدتك كانت دائما الى جوارك، مادرت همیش به کنار تو بود. هنگامی که طفل بودی و گریه می کردی، مادرت همیش به کنار تو بود و فی خدمتك و خدمت تو را می کرد. و عندما وقفت على رجليك في عامك الاول، و هنگامی که یک ساله شدی به پاهای خود استاد شدی، كانت والدتك سعيدة فرحة، مادر باز هم به جوار تو بود، بسیار خوش بود که فرزندم را میره. و قدمت لك الحلوى في اول يوم لذهابك الى المدرسة، هنگامی که کلانتر شدی و روز اول مکتبت شروع شد، مادر بود که برای یک تحفه، یک چاکلیت، یک شیرنی را برای تقدیم کرد. مادر بسیار خوش بود که فرزندم مکتب می رود. اشترت لك ملابس جدیدتا، و لباس های جدید را برایت خرید. فرزندم روز اول مکتبش است. بدلا من ان تشتری ملابس لنفسها، بجای این که برای خود لباس بخرد، برای فرزند خود لباس را خرید. و عندما كنت مریضا سحرت بجوارك، و هر بار که مریض شدی، مادر به جوار تو، به کنار تو بوده. و اخذت که الى الطبیب، و مادر تو را به دکتر می برد. و صرفت عليك مختزنته لنفسها، هر مال را که برای خود نگاه کرده، آن را سر تو صرف کرده است. و اشترت لك الهدايا، و تحفه ها را برای تو می خرید. همیشه طبخت لك ما كنت تفضله من الأكل في أول يوم لذهابك إلى العمل، و هنگامی که از مکتب فارغ شدی، به کار شروع کردی، بهترین طعام را که آن را دوست داشتی، مادرت برایت پخته کرد. چون روز اولت است که به کار می روی، مادر سر تو افتخار می کرد. و عندما تزوجت كانت سعيدة بزواجك، و هنگامی که ازدواج کردی، مادر باز هم بکنار تو خوشحال بود که فرزندم آرسی کرده. و دعت لك بالتوفیق والبرکه، برای دعا می کرد که موفق باشی، با برکت باشی در زندگیت، در ازدواجت. والآن رغم تقدم سنها و عزلتها عن الناس تفكر فيك دائما، و امروز سن و سال مادرت پیش رفته، باز هم راجع به اولاد خود، راجع به فرزند خود و دختر خود فکر می کند. ممکن تنها باشد، مردم از او دوری می کنند، اما باز هم راجع به تو مادرت فکر می کند. فتذکر بانها اعطتك كل حنانها، و انفقت عليك كل ما كانت تملكه من حب و مال. بخاطر داشته باش که تمام محبت خود را برای تقدیم کرد، تمام توجه خود را، تمام وقت خود را، تمام مال خود را و زحمات خود را در راه تو، سر تو مصرف کرد. بخاطر داشته باش. فلا تنسها في هذا العمر من عطفك ومحبتك واحترامك، بالخصوص در این سن سال که مادر زعیر و سرسفید می شود، او را فراموش نکنی از لطف و عطف و محبت و از شفقت و از احترام، بالخصوص در این روزها مادرت ضرورت بیشتری را برای تو دارد. و ابذل ما استطعت في خدمتها قبل فوت الاوان، و کوشش کن که بیشتر خدمت مادر خود را ادا کنی قبل از اینکه بسیار ناوقت باشد و دنیا را وداع بگوید. برادران و خواهران مسلمان، و همچنان قصه یا مضمون زیبای به ارتباط مادر، کلمات زیبا و خوبی، و هر چند در وصف مادر گفته شود، باز هم کم است، اما مضمون زیبا و خوبی است که یکی از علمای کرام آن را نوشته کرده. حکایتا عن موت امه، به ارتباط فوت مادرش و لحظات فوت او
و دفن او کلمات چند و مضمون زیبایی را نوشته کرده به خدمتتون تقدیم می‌دارم. کنا قد اوینا لیلت وفاتها الى النوم. عالم فاضل می‌فرماید که جوانان بودیم، خردسال بودیم و معنای مرگ را بیشتر نمی فهمیدیم، اما آن شبی که در آن شب مادرم فوت شد، ما همه به خواب رفتیم، وقت‌تر به خواب رفته بودیم و در ساعت متأخر از طرف شب خانم نفر خدمتی که در خانه ما کار میکرد برای ما دروازه اتاق ما را باز کرد. ما برادران و همشیرهایی که در اتاق بودیم، در خانه بودیم، خانم خدمتکار دروازه را باز کرد و گریه می کرد و گفت که ایه یا اطفالی، ای فرزندانم، لقد فقدتم کل شی، امروز شما هر چیز را از دست دادید، امروز شما هر چیز را از دست دادید. نمی فهمیدم که هر چیز را از دست دادیم چطور. بعدا فهمیدم که به مرگ مادر واقعا که ما هر چیز را از دست دادیم. و برادر کلانم، خانمش امرای ما در اتاق بود، به نزد خدمه رفت و او را خاموش ساخت و نخواست که جملات خود را تکمیل کند و نخواست که ما با خبر شویم، بالخصوص در لحظات شبی که همه ما به خواب می رفتیم. و من خودم نیم خواب بودم و نیم بیدار بودم و احساس کردم به قلب خود که یک موضوع بسیار شدیدی واقع شده، اما نمی فهمیدم که چی است. دردی به قلبم وارد شد، نمی فهمیدم که واقعیت چی است و چرا این خدمه ما برای ما گفت که ای اطفالم، شما امشب تمام چیزها را، تمام دنیا را از دست دادید. و هنگامی که صبح شد و همه ما بیدار شدیم، معنای مرگ را فهمیدم که همیش به گوش خود میشنیدم که مردم میگفتند فلانی فوت شده است، اما به بار اول است که در خانه ما مرگ واقع میگردد و مادرم فوت میگردد. هنگامی که از اتاق خود خارج شدیم، به طرف اولی رفتیم، مادر ما سر چپرکت و یک رجایی سفید سر او گذاشته شده بود و به طرف او نزدیک شدیم. اما از مرگ می ترسیدم، لیکن به طرف مادر که نظر می کردم مانند که به خواب رفته باشد و فهمیدم که مرگ ترسناک نیست. مادرم مثل که به خواب رفته باشد بسیار آرام و آسوده دیده می شد، مانند که به خواب آرام رفته باشد و هیچ سختی دیده نمی شد که بین حیات و بین مرگ یک فاصله بسیار بزرگی باشد. چیزی بسیار طبیعی دیده می شد، مانند که مادرم به خواب رفته باشد. و هنگامی که جنازه مادرم را برداشتند و همه پیش قدم شدند، ما هم من حیث اولادهای او اطفال خردی بودیم، به عقب جنازه همه ما رفتیم. و خوب به خاطر دارم که براه مقبره که می رفتند سرک بود و درخت ها بود، زیر سایه درخت ها همه ما رفتار می کردیم و جنازه مادر ما را سر شانه چند نفر گرفته بودند و همه به طرف مقبره می رفتند. یک درد شدید سر قلبم واقع گردید، درد شدید و سخت به قلبم داخل گردید و با خود فکر کردم که مادرم دوباره به خانه نمی آید. با خود متوجه شدم که مادر مرا می برند به دفن کردن و مادرم دوباره به خانه نمی آید.
وأنا أفكر في أن أمي لن تعود بعد الآن إلى البيت و فکر می کردم متیقن شدم که مادرم دوباره به خانه نمی آید. سالها گذشت و سالها گذشت، کلان شدم، مادر خود را فراموش نکردم. یگان وقت کلکین را باز می کنم، یگان وقت یگان کسی که دروازه را می زند آن را باز می کنم، به فکرم می گردد که ممکن مادرم باشد. همیش مادرم به ذهنم حاضر است و یگان وقت او را در خواب میبینم و همیش به حق مادر خود دعا میکنم خداوند رحمت خود را سرش نازل بگرداند. مضمون زیبا و کلمات خوب حکایت مرگ مادر از یکی از علمای کرام، آن را به شکل مختصر مفید برای شما تقدیم کردم. به الفاظ دری آن را برای شما ترجمه کردم. اصل مطلب به زبان عربی نوشته شده است. روایت است که موسی علیه السلام از خداوند سوال کرد: یا رب ارینی من رفیقی فی الجنه، پروردگارا برایم نشان ده آن کسی را که رفیق من در بهشت باشد، کسی که با من در بهشت یک جا باشد، رفیق من باشد. خداوند مهربان به موسی علیه السلام وحی کرد که اولین شخص را که در راه میبینی پیش روی تو میآید، رفیق تو در جنت میباشد. و شخص آمد، موسی علیه السلام او را ملاقات کرد و موسی علیه السلام میفهمید که این انسان خدمت یک خانم سرسفید را همیش میدارد، برایش نان و آب را تقدیم می کند و نظافت خانم مسن را ادا می کند. از او سوال کرد که این خانم مسن که خدمت او را می کنی کی است؟ گفت که مادرم است. موسی علیه السلام از او سوال کرد که او ما تدعو الله لك، آیا مادرت برای تو هیچ دعا نمی کند؟ آیا کدام دعایی را می کند؟ شخص گفت که بله، مادرم همیش برای من یک دعا را تکرارن می کند، یک دعا را همیش با تکرار برایم می کند. این دعا چی است؟ گفت که اللهم اجعل ابنی مع موسی ابن عمران فی الجنه، خداوندا پسر ما با موسی علیه السلام در بهشت رفیق او باشد، یک جا باشد. من خدمت مادر خود را همیش می کنم و مادرم برایم همیش این دعا را می کند که خداوندا پسر مرا رفیق موسی علیه السلام قرار ده در بهشت. موسی علیه السلام برای این شخص می فرماید که ابشر، خداوند تو را بشارت دهد، برای تو بشارت می دهم، خداوند مهربان دعای مادر تو را قبول گردانیده، من موسی پسر عمران هستم، من موسی علیه السلام هستم و از خداوند سوال کردم که رفیق من در بهشت کی می باشد. برایم وحی کرد که آن انسان را که به بار اول در راه خود می بینی، انسان اول را که می بینی و ملاقات می کنی، و تو را دیدم. خداوند دعای مادر تو را مستجاب گردانیده است، با من در بهشت رفیق می باشی، نزدیک می باشی. از کتاب دلیل السائلین. احمد ابن علی ابن مسلم از علمای اثر، از علمای حدیث و از علمای فقه، از ضمن زاهدین بود، زاهد عالم فاضل. از مادر خود اجازه گرفت که به نزد قتیبه رحمت الله علیه برود، مادرش برایش اجازه نداد. بعدن هنگامی که مادر فوت شد، البته این عالم فاضل خدمت مادر خود را کرد تا وقتی که فوت شد. هنگامی که مادر فوت شد، این شخص فاضل احمد ابن علی ابن مسلم رحمت الله علیه به سرزمین خراسان رفت، به شهر بلخ خود را رسانید. کلمه بلخ همچنان در این روایت ذکر شده، به شهر بلخ، به افغانستان، در شرایط فعلی در مزار شریف به بلخ خود رسانید و
قتيبة نزد قتيبة رحمة الله عليه ميخواست که بره و از او علم را بیاموزد، اما قتيبة رحمة الله عليه فوت شده بود. فكانوا يعزونه على هذا و مردم او را تعزیت می دادن که از این طرف مادرت فوت شد و از این طرف یه عالم فاضل را که می خواستی از او علم را بیاموزی هم فوت شد. فقال هذا ثمرة العلم اني اخترت رضا الوالدة. این عالم فاضل فرمود که پروانه دارد، خداوند علم را به نصیبم می گرداند. ثمره علم و نتیجه علم این است که من رضایت مادر خود را گرفتم، خدمت مادر خود را کردم، خدمت مادر خود را کردم و علم را آموخت از علمای دیگری و خود را به جای رسانید. از کتاب و بالوالدین احسانه. هشام ابن حسان رحمت الله علیه فرموده است که از حسن بصری رحمت الله علیه سوال کردم. اینی اتعلم القرآن، من قرآن کریم را می آموزم. سوال کردن از حسن بصری رحمت الله علیه که من قرآن کریم را می آموزم. و این امی تنتظرنی بالعشا، اما مادرم منتظر من می باشد که نان خفتن را یک جا بخوریم. حسن بصری رحمت الله علیه در جواب گفتند تعش العشاء مع امك تقر به عینها، نان خفتن را با مادرت یک جا بخور، مادرت خوش می شود، رضایت مادر بسیار مهم است. احب الی من حجة تحجها تطوعا، و خدمت مادر حتی مقدم است از حج نفلی، خدمت مادر حتی مقدم است از حج نفلی، نه حج فرضی، از حج نفلی. و تلاوت قرآن کریم را و درس قرآن کریم را میتونی که تأخیر دهی یا یک وقت دیگر آن را بخوانی. از کتاب ففیهما فجاهد. بیبی عایشه رضی الله عنها روایت کرده فرمودند که خانم مسکین نزدم آمد و دو دختر در آغوش او بود. خانم مسکین نزدم آمد و دو دختر در آغوش او بود. از ما چیز را خواست. در خانه سه دانه خرما داشتیم و سه دانه خرما را برایش تقدیم کردم. به فکرم میگشت که یکی به یک دختر و دوم به دختر دیگری و سوم آن را خود مادر شاید بخورد. مادر یک خرما را به یک دختر خود تقدیم کرد و خرمای دیگر را به دختر دیگر خود که در آغوش خود گرفته بود تقدیم کرد. و هنگامی که میخواست که خرمای سوم را بخورد، هر دو دختر دستهای خود را پیش کردند و میخواستند که این خرما را همچنان بگیرند و مادر این خرما را دو توته کرد، نیمی آن را به یک دختر و نیمی دیگر آن را به دختر دیگر خود تقدیم کرد. میخواست که خودش آن را بخورد، اما دخترانش این خرما را خواستند، آن را تقسیم کرد بین هر دویشان. بسیار تعجب کردم به این خانم و این محبت را که با دختران خود داشت. هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خانه آمد، این قصه را برایش حکایت کردم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوش داد به این قصه. بعدن فرمودن ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها من النار، رواه مسلم. خداوند این خانم را در بهشت داخل میگرداند، از آتش او را دور نگاه میکند. این خانم را داخل میگرداند در بهشت و او را از آتش دور نگاه میکند. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، دعا کردن در حق والدین. پروردگارا هر دو را رحمت کن با آن شکلی که ما را خرد تربیه و کلان کرده اند. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگارا برای من، برای والدینم، برای مؤمنان رحمت و مغفرت کن بروز حساب، بروز قیامت. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، از ضمن دعاهای قرآنی و همچنان از ضمن دعاهای قرآنی دعای ابراهیم علیه السلام. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، خداوند برای من، برای والدینم، برای مؤمنان رحمت کن بروز قیامت.
برادران و خواهران مسلمان، درس زیبا و خوبی به ارتباط درس مادر به عنوان مادر آرزو دارم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. تا روزی چهارشنبه آینده، تا مجلس آینده، با شما خدا حافظی می نمایم. در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.